حال ببینیم راه رفتن با خدا یعنی چه. در کلام خدا اصطلاحی می باشد که مکررن به افرادی که از یک معاشرت صمیمی دائم با خداوند دارا بودن لقب داده شده. در همان اوائل کتاب مقدس در پیدایش فصل 5 و آیه 24 ما راجع به شخصی به نام خنوخ می‌خوانیم. در این آیه از کلام خدا می‌خوانیم که می‌فرماید خنوخ با خدا می‌زیست و خدا او را به حضور خود به بالا برد و دیگر کسی او را ندید. چقدر با سعادتن کسانی که نامشون به این صورت در کتاب مقدس یاد شده. دوستان، در عهد جدید در افسسیان فصل 4 و آیه 1 پولس رسول می‌فرماید طوری رفتار و زندگی کنید که شایسته مقامتان باشد. به عبارت دیگر ایمانداران به خداوند می‌بایستی همواره از صمیم قلب طالب و تشنه یک رابطه صمیمی نزدیک و دائمی با او باشند. معاشرت و ارتباط صمیمی دائم هر شخص با خدا قدم و شرایط اول برای زیستن با اوست. دوستان، خداوند برای نسل بشر 4 خواسته و دعوت عمومی در نظر داره. خواسته و دعوت اول خداوند برای بشر نجات هر انسان می باشه. خداوند بسیار مشتاق اینه که هر انسانی به پسرش عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده اش ایمان بیاره. خداوند بسیار مشتاق اینه که همه انسانها به نیاز واقعی درون خود به داشتن یک رابطه شخصی صمیمانه با عیسی مسیح پی ببرند، چرا که عیسی مسیح همه انسانها را برای داشتن این رابطه خلق نموده. تنها در داشتن یک چنین رابطه شخصی و صمیمی با خداونده که تمام خلأهای درونیشون برطرف می‌گرده. داشتن رابطه صمیمی و دائم با خداوند نه تنها خلأهای درونی ما را پر می‌سازه، بلکه موجب نجات و رستگاری ما نیز می‌گردد. کلام خداوند در رومیان فصل 10 و آیه 13 می‌فرماید خداوند هر کس را که به او پناه ببرد نجات خواهد داد. دوستان، خداوند خود برای داشتن یک رابطه صمیمی ما را دعوت فرموده است. در انجیل متی فصل 11 و آیه 28 عیسی مسیح می‌فرماید ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می‌کشید نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. خدا را شکر. و اما خواست و دعوت دوم خداوند برای بشر، خواست و دعوت دوم بشر برای خداوند تقدیس و جداسازی خود از گناه می باشه. وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان منجی و تاوان گناهان خود ایمان میاریم، خداوند تمام گناهان ما را می آمرزه و حیات جاویدان هدیه می فرماید. پس از آن زندگی ما یک زندگی تقدیس شده‌ای می‌گرده که باید برای اجرای مقاصد خداوند به کار گرفته شود. البته این تقدیس و جدا شدن کامل از گناه یک شبه اتفاق نمی‌افته، بلکه ما هر روزه در طول عمر خیش می‌بایستی در اجرای آن سعی و تلاش کنیم. عزیزان، این بسیار مهمه که ما بدونیم جداسازی خود از گناه با سعی و تلاش‌های شخصیمون میسر نیست،
ما میبایستی در تمام اوقات زندگی زمینی خود به خداوند متکی باشیم و همواره به روح مقدس او اجازه بدیم تا با هدایت و حمایت‌های الهیش ما را روزانه پاک و پاکتر بگردونه. و اما سومین خواست و دعوت خداوند برای بشر، خواست و دعوت سوم خداوند برای بشر اینه که به دیگران خدمت کنه. بعد از نجات و آمرزیده شدن گناهانمان و دریافت یک حیات جدید از خداوند، خواسته و دعوت او از هر کدام از ما اینه که این زندگی جدید را در راه خدمت به او بگذرانیم. زندگی روزانه هر ایماندار به عیسی مسیح میبایستی همواره در رابطه نزدیک و صمیمی با خداوند و در راه خدمت به او به دیگران سپری بشه. و اما چهارمین خواست خداوند از انسانها جوابگویی به او یا احساس مسئولیت داشتن میباشه. اجازه بفرمایید تا این قسمت را کمی بیشتر توضیح بدم. دوستان، خداوند بعد از بخشش گناهان ما و عطای یک زندگی جدید و حیات ابدی تازه، ما را به حال خودمون رها نمی سازه، بلکه او از ما این انتظار داره که در بقیه زندگی خود، در انتخابهای خود برای چگونه زیستن بسیار محتاط باشیم. من و شما می بایستی در کمال فروتنی با خداوند مشورت کنیم تا خواست و اراده مقدس و عالی او را برای انجام هر عملی در زندگی خود به انجام برسونیم، تا نهایتاً موجب جلال و گرامی داشت نام مقدس او بگرده. بله، خداوند بعد از بخشش ما در ایمان به عیسی مسیح، اگرچه ما را هرگز دیگه به جهنم نمیفرسته، ولی برای جواب دادن به نحوه زندگی و تصمیم گیری هایمون مورد بازخواست قرار میده. هر کدام از ما میبایستی همواره به یاد داشته باشیم که روزی باید در حضور خداوند ایستاده و راجع به چگونگی نحوه زندگی خود بعد از نجات حساب پس بدیم. اما همگام بودن با خداوند در زندگی به چه شکلی میسره؟ لازمه و رکن اول همگام بودن با خداوند و زیستن یک زندگی پیروزمندانه مسیحی این میباشه که ما با ایمان کامل وفادارانه کلام خداوند را مطالعه کنیم و از آن اطاعت نماییم. بله، لازمه یک زندگی قدم به قدم با خداوند مطالعه روزانه کلام اوست و ایمان به وعده های الهی خداوند. نتیجه مطالعه صحیح کلام خدا و ایمان به وعده های او، زندگی های ما را با محبت، حکمت، ایمان و راستی پر می سازه. کلام خدا در افسسیان فصل 5 و آیات 15 تا 19 به ما می فرماید: پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشواری زندگی می کنیم. به همین جهت جهالت و نادانی را از خود دور کرده عاقل و خردندیش باشید و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به جا آورید. بدون تأمل دست به کاری نزنید، بلکه سعی کنید خواست و اراده خدا را دریابید و مطابق آن زندگی کنید.